بسم الله الرحمن الرحیم. خوش اومدید خانم ها آقایان، اینجا در عروس فصل ها بهار اردیبهشت. این روزها بیشترین موضوعی که درگیر هممونه از کوچیک تا بزرگ حساسیت فصلیه و مهمون من جناب آقای دکتر محمد حسین صالحی سورمقی، متخصص گیاهان دارویی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران اکنون و در این لحظه اینجا هستند تا با شما به موضوع حساسیت فصلی و اینکه چطور میشه اون رو در دستانمون بگیریم و کنترل بکنیم میپردازیم. این شما و این دکتر صالحی سورمقی، خیلی خوش اومدید. خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان محترم. انشالله که امسال سال سلامتی، موفقیت، شادمانی برای همه ایرانیان در هر جای دنیا که هستند باشه. انشالله من در خدمت شما هستم. انشالله. خب آقای دکتر، حساسیت در فصل بهار به اوج خودش میرسه. یعنی ما تقریبا در هیچ فصلی این حساسیت رو انقدر نمیبینیم که در بهار میبینیم، به خصوص ابتدای این فصل که گرده گلها هم در فضا پراکنده هستش و کمترینش عدسه های مکرر و آبریزش بینی و اشک از چشمه. واقعیت این حساسیت چیه؟ خدمت عرض بکنم، حساسیت یک مشکل ژنتیک هست که در حقیقت در فرد از ابتدا تا انتهای حیاتش وجود خواهد داشت. تا امروز چیزی برای درمانش درست نشده، پیشنهاد نشده، ولی باید باشه جوری کنار اومد در حقیقت. حالا ممکنه یه نفری مثلا تا سن 30-40 یا بیشتر حساسیت نداشته باشه، یه دفعه نسبت یه چیزی حساسیت نشون بده و خیلی ها این سوال میکنن، میگن که ما چرا تا الان نداشتیم این رو؟ یعنی انتظار دارن که مثلا چرا حالا مثلا این دفعه بعد از 30 سالگی، 40 سالگی یا 50 سالگی حساسیت نسبت به یک ماده خوراکی یا تزریقی یا دارویی یا هر چی یا استنشاقی مثلا پیدا کردن. اینو باید خدمت رو عرض بکنم که حساسیت یه چیز ارثی هست، وجود دارد. ممکنه همه به یک درجه اون حساسیت رو ندارن، بعضی ها خیلی خیلی ضعیف هست و همینطور میاد تا خیلی شدید میشه. حالا ممکنه بر حسب اون تماس مواد به اصطلاح حساسیت زای آلرژیزا این مثلا در 1 سالگی ظهور بکنه، در 2 سالگی ظهور بکنه، سنای بالاتر. یه موقع است ممکنه که این ضعیف بوده و به علت تماس اون مواد در حقیقت زیاد شده و مثلا حالا اولین بار در سن مثلا 40 سالگی یک فردی این رو میبینه و براش مورد دقیقا تعجب هست. چون مکانیسم حساسیت این هست که هر باری که فرد با اون ماده حساسیت زا مواجه میشه، اون حساسیت درجهش یک کمی بالاتر میره، پایین تر نمیاد و بنابراین اگر اون تماس ها زیاد بشه، این به یه درجه میرسه که در یک زمانی خودش رو نشون میده، یعنی مخفی بوده، شدت پیدا کرده، خودش رو دقیق نشون میده و ما این رو میبینیم. حالا این شدت هم در افراد متفاوت هست. منتها حساسیت ها یه دستشون فصلی هن که دقیقا ارتباط به فصل بهار و فصل رویش گیاهان و مخصوصا فصل گرد افشانی و گلدهی هست، یه دسته نه فصلی نیستند و فرد ممکنه که در تمام طول عمرش یا در تمام فصول نسبت به اون ماده دقیقا حساسیت داشته باشه. مثلا یکی که فرض بفرمایید نسبت به مثلا پشم حساسیت داره، این پشم لباسش پشمی باشه، بالش زیر سرش یا تو شکل مثلا زیرش پشمی باشه، در هر زمانی این حساسیت رو وقتی تماس پیدا میکنه داره، یا مثلا لباس مثلا پلاستیکی که ما زیر میپوشیم. اما یک دسته هستن که آلرژی فصلی رو دارن که در حقیقت مربوط به گرده گیاهان است، چون گرده گیاهان از همه چیز تقریبا حساسیت زاتر هستن و نسبت به اونها. حالا این گرده ها کی ظاهر میشن؟ در اوائل فصل بهار، چون وقتی گرده افشانی شد اینا دیگه تمام میشن، میرن تا سال بعد که دوباره همین فصل برسه و دوباره اون حساسیت رو نمودار بکنه. خب الان خود بهار برای اینکه همین حساسیت ضعیف مثل آبریزش بینی یا اشک چشم اینها رو بتونیم کنترل بکنیم، مثلا داروهای مرسوم معمول رو مصرف میکنیم، مثل سیتریزین یا حالا آنتی هیستامین. بله. اینا خب با این صحبتی که شما کردید درمان قطعی نداره. اینا اصلا چی هستن؟ ببینید اسم اینها هم در حقیقت همون اسم خارجش که ما میگیم یا علمیش رو میگیم آنتی هیستامین یا آنتی هیستامینیک، یعنی ضد هیستامین.
یا ممکنه بگیم ضد آلرژی به اینها، ولی بیشتر داروهاشون به نام آنتی هیستامین مشهوره. چرا این اسم دارن و میگیم درمان نمیکنن و اینا موقتی هستن؟ وقتی اون مواد حساسیت زا مجاور میشن یا تماس پیدا میکنن با بدن، در خون مقداری هیستامین آزاد میشه. تمام علائمی که شما میبینید شامل خارش، اریتمای روی پوست، اشک از چشم میاد، آبریزش از بینی، سرفه و عطسه، ممکنه حالت سردرد و چیزای دیگه، تنگی نفس، اینا همه مربوط به اون به اصطلاح ریزش هیستامین در خون هست. حالا اگر ما بیایم اون هیستامین رو از توی خون جمع بکنیم، یعنی خونساش بکنیم، جمع بکنیم که خب نمیتونیم، همون خونسا کردن منظور، اگه بمیر خونسا بکنیم فرد برمیگرده به حالت اول. پس آمدن مواد یا فرمول هایی ساختن و ما در داروسازی داریم که اینا خونسا کننده اون هیستامین هستن به نام آنتی هیستامین. وقتی که ما یکی یا دو تا یا سه تا قرص در روز میخوریم، اون مقدار زیادی که ترشح شده از هیستامین رو خونسا میکنن. وقتی خونسا شد فرد میشه عادی دیگه، مشکل، چون تمام این عوارض مربوط به اون هیستامین هست. این هیستامین آنزیمه یا چیزی؟ ماده ای هست، ماده ای هست که اون ماده حساسیت ایجاد میکنه به اشکالی که ما میبینیم: آبریزش، خارش، ارتبای روی پوست، سرفه، عطسه. حالا ممکنه در یکی فقط یکیش ظهور پیدا بکنه، ممکنه در یکی دو تا، در یکی ممکنه 5 تا چیز با هم دیگه ظهور کنه، یعنی عطسه رو داشته باشه، سرفه رو داشته باشه، تنگی نفس داشته باشه، خارش رو داشته باشه. بستگی به افراد داره، همه به یک شکل نشون نمیدن، ولی بیشترین اشکال اون دقیق نشوناش این چند عاملی که من خدمتتون عرض کردم. اما یه نکته مهمی من خدمتتون عرض بکنم، حالا آلرژی های فصلی که عرض کردم مخصوص گردا هستن که با یک باد در هوا پخش میشن و به همه جا میرن دقیق، و فرد استنشاق میکنه و از بینی وارد ریه و دقیق خون میشن و حساسیت ایجاد میکنن. اما این رو من خدمتتون باید بگم، چون بعضیا فکر میکنن همین گرد گیاهان یه 3-4 قلم مثلا بادمجون و گوجه و اینا این چیزاست که حساسیت ایجاد میکنه، بقیه چیزا نه. و همین دلیل وقتی حساسیت باشون ایجاد میشه گم میکنن اون ماده حساسیت ها رو، و گاهی وقتا دیده شده یه فردی 5 سال، 6 سال، 10 سال با این مشکل مواجه هست تا آخر سر پیدا میکنه. من این رو خدمتتون بگم، یعنی این رو اگر حالا بعضی اطلاع دارن، هر چیزی که شما فکر کنید که خداوند ساخته در حیطه زندگی ما هست، هر چیزی میتونه حساسیت زا باشه. عجب. یعنی شیر یه غذای مطبوع عالی مغذی، برای بعضی از بچه‌ها پروتئینش حساسیت زا هست. و هر چیزی که شما در نظر بگیرید، حالا اینا میتونن بر حسب تماس پوشیدنی باشن، میتونن داروی خوراکی باشن، میتونن دارو تزریق باشن، میتونن استنشاقی باشن. حالا استنشاقی ها شامل بوی گل میشه، شامل بوی عطر ادکلن میشه، بوی مواد شیمیایی میشه، و هر چیزی که شما تماس میتونید باش بگید. داریم مثلا افرادی در پروندهشون، در تاکتشون مثلا یک گیاهی داخل خونه دارن، این افراد مثلا 10 سال متوجه نیستن که حساسیتشون مربوط به اون گل در آپارتمان یا مثلا در حیاته، میرن کلینیک آلرژی 1 سال، 2 سال، 3 سال، 5 سال، آخر متوجه میشن مربوط به گلی است که مثلا تو آپارتمان نگهداری میکنه، برمیدارن میذارن کنار، میبینن مثلا خوب شد. فردی است مثلا تشک زیرش مثلا فرض بکنید مثلا مواد مصنوعی است، پنبه نیست، پنبه حالا حساسیت کنه، پشمه یا مثلا پر پرندگان هست، نمیدونه این، بعد از سالها متوجه میشه که این بالش که مثلا پرتوشه حساسیت مربوط به اون دقیق پر هست. و هر چیزی که شما فکر کنید، یعنی هر ماده غذایی که شما فکر بکنید، تنها به تخم مرغ و بادمجون اینا یا گوجه فرنگ اینا درصد حساسیتشون بیشتره، اگه نه هر ماده‌ای که شما فکر میکنید، میوه، گوشت یا هر چیز خوراکی، میتونه حساسیت اون تا درصدها متفاوته. مثلا بادمجون درصد حساسیتش تو افراد درصدش بالاست، ممکن تو 100 نفر 5 نفر به بادمجون حساسیت داشته باشن. یه میوه دیگه ممکنه مثلا تو هر 1000 نفری یکی حساسیت داشته باشه. بنابراین ما چیز غیر حساسیت ها نداریم اصلا در حیطه زندگیمون، منتها درصد حساسیت ها فرق میکنه و بستگی داره که فرد چقدر با اون ماده داره. اگر فرض بکنید یکی نسبت به این ماده حساسیت داشته باشه، اون ماده در عمرش تماس پیدا نکنه، اونم در عمرش هیچ وقت حساسیت براش ایجاد نمیشه. اگر